گردانم دعوت های کننده دکتر یونس روست. وطن وطن من شگوفه سخن من که زن و مرد در اسلام از نیروهای مدنی مساوی است. این برنامه سرخ تن وطن کفن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خانواده شريف مسلمان افغانستان، خواران برادران گران قدر، جوانان نازنین، اما از دختر و پسر که حقوق شما از نگاه مدنی در اسلام مساوی مطلق است در افغانستان و سر تا سر جهان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من فرید یونس، گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی آریانا افغانستان در خدمت شما هستم امروز و از اینکه یک ساعت همراه من می باشین از حوصله مندی شما تشکر میکنم. امروز محتوای اصلی برنامه کتاب از که بر ما بی بی پروین جان امینی مرستیال زیر عنوان شهید خان محمد خان مرستیال بر ما از آلمان فرستاده، سر از او صحبت میکنیم. اصل محتوای برنامه اموز و پیش از او دو سه مطلب بر شما میگم. دفته گذشته ما از اون برادرم که ما او را نادان گفتم یا هرچی که گفتم، ما معذرت میخوایم و ما از برادرم استاد خیر محمد مالجی که بر من زنگ زد و گفت تو یک عالم دین استی و تو نباید که قار شوی و کار خوب نشد، من ازشان از جناب مالجی صاحب با دست بوسی تشکر میکنم برای اینکه امر معروف و نهی از منکر این کار مسلمان است و ما وقتی که بفهمم که ما واقعا اشتباه نکدیم و یا اشتباه کدیم، ما همین جرات اخلاقی رو دارم که معذرت بخوایم. ما اول از جناب مالجی صاحب تشکر میکنم که توجه مرا جلب کردن. من انسان هستم، من نمیگم که من ضعیف هستم، و خلق الانسان ضعیفا که در قرآن آمده و به این معنی نیست که انسان ضعیف است، و خلق الانسان ضعیفا که در قرآن آمده که انسان ضعیف خلق شده، معنی و تفسیر از اون نیست که انسان یک موجود ضعیف است. اگر انسان یک موجود ضعیف باشه، ای ابهار و ای کائنات و این ایفام فضا و ای قدر پیشرفت تکنولوژی رو یک موجود ضعیف کشف کده نمیتونه، او یک تفسیر بالکل جداگانه داره. اما یکان دفعه آدم این انسان است که امو چیز از پیش آدم میره و ما از این برادر ما که گفتم که نادان استی یا لوده استی هرچی که گفتم، ما از این برادر ما که نامش هم میفهمم و نه عدمی حضور تمام مردم، برای اینکه من همین جرات اخلاقی رو دارم که اشتباهی که مکنم، گناهی ما که باشه، من معذرت میخوایم. اما گناهی ما نباشه و اشتباهی ما نباشه، من ابدا معذرت نمیخوایم و من هیچ وقت افکار خود و ای های برنامه را من مصالحه نمیکنم. من جناب مولیس بسیار زیاد تشکر میکنم با عرض دستبوسی و از او برادر ما معذرت میخوایم. خورا برادر عزیز، امروز صبح در اخبار امریکا دیدیم که 285 هزار نفر در اثر کرونا در امریکا فوت کردن و این یک رقم بسیار سرسام‌آور است. ما افغانا زیادتر به احساسات زندگی میکنیم و به متبوی کلچر زندگی میکنیم از این که به منطق روزگار زندگی کنیم. یک سخن در انگلیسی است که من اول انگلیسیش هم میگم، بسیار خوشم میاد، میگه sometimes emotion overcome logic، یعنی که احساس آدمی به منطقش غلبه میکنه.
ما مثلا میبینیم که چی حال است، میریم سر جنازه که باش فلانی جان خفه نشه، یا مثلا ما میبینیم که چی حال است، میریم در فاتیا، در فاتیا در اگه آپارتمانه که در اوجه موش میده و پایش مشکنه از تنگی. یعنی ما باید که یک ذره یاد بگیریم که نظر به می اساسات امی جامعه امروز زندگی کنیم. فاتیا رفتن، جنازه رفتن، نیفام تسلیت رفتن، حال کسایی که تکست داره و ترا تکست میتونه بکنه، کسی که مثل مرغله رای جان نواسه چیز پروین جان امینی کارت روان میکنه یا کارت روان میکنه برادم، کسی که تلفن داره تلفن کنه. اما جان نگاه کردن فرض است، مخصوصا کسایی که سنش از 50 و 55 بالاست، اینا بسیار شدید در خطر هستند. و ما چون قرآن میگه و قرآن رب زد علمن، الهی علم افزایش بده. علم این نیست که تو قرآن شریف از یاد بکو یا چهار تا حدیث از یاد کو، علم نیست که شما به تمام ساینس اعتقاد دارین، به ذره ذره ساینس اعتقاد دارین، به طبابت اعتقاد دارین، تمام روز بر شما میگه که ماسک بپوشین یا پوزبند بپوشین، تمام روز بر شما میگه که فاصله را نگاه کنین، از خانه نبرین، بازم میبینین که دیگه برین در دستش کجا میری؟ من میرم که فلانی جان مرده. و بابا پناهش به خدا، خداوند ببخشش، اما شما باید که میگه من زنده جهان زنده، من مرده جهان مرده. وقتی شما خودتان زنده نباشین هیچ چیز دیگه مانا نمیده. من بسیار تاسف میکنم که آدمای بسیار تحصیل یافته، آدمایی که خود چیز فهم میگن، میرن در جنازه. والا ما رفتیم دور استاد شد. نه برادر، اینم یک کار درست نیست، اینم یک کار درست نیست. اینم فاتیا رفتن، جنازه رفتن، عروسی ها رفتن، نه عروسی ها خود را کلگی قطع شده، اما اینم اجتماعات حال درست نیست. و خصوصا کسایی که سرسفید هستن، اینا باید که متوجه باشن که اینا که مریض میشن باز خودشون خود تنها مریض نمیشن، تمام اولادشون کتیشون مریض میشن. برای از اینکه اونا باید از رخصت بگیرن، از کار خود رخصت بگیرن، غم پدر خود بخورن، غم مادر خود بخورن، برای از اینکه مادرش یک بیتیاتی کرده. لطفاً امیر توجه کنین و از احساسات کار نگیرین. و و و و تلفن است، تکست است، مسیج است، حتی فیس تایم است که شما فیس تایم کرده میتونین امرای خانواده و اینا میتونین، زوم است، اسکایپ است. الحمدلله خداوند اینمی تکنولوژی رو بر ما داد که ما اینمی رو داد که ما استفاده کنیم. لذا بسیار متوجه ساعتتان باید با اینه 285,000 نفر در کشور مثل امریکا آسان گپ نیست. ما 3 ماه پیش اعلان کرده بودم که ما داخل ماه دسامبر از تلویزیون جهانی امید 24 ما استیفا میکنم. باز یک کارهای ما بسیار زیاد است، مصروفیت های ما بسیار زیاد است، رسیده نمیتونم و دوی تصمیم خود بودم. اما نصیر جان خالد گرداننده و متصدی تلویزیون امید جهانی امید 24 که 21,000 مشترک در یوتیوب داره و یک تلویزیون بسیار موفق است و برنامه های مرام مردم بسیار شدید در جهان از طریق امید 24 مثل از این تلویزیون تماشا میکنن، از من خواهش کرد که از این تلویزیون نبرای اگر میخوایی سات تکم کو، اما باش کت ما. و همچنان خانم گرامیشان فخریه جان که من از اردوشان بسیار زیاد تشکر میکنم. ما یک تصمیم دیگه گرفتم که چون که یک شکایت در جامعه افغانی است که جوانا بسیار هیچ به غم جوانا کسی خورده نشده، باید یک برنامه انگلیسی باشه. لذا ما سر از اول جنوری 2021 در تلویزیون امید 24 ما 40 دقیقه یا نیم ساعت برنامه که در اوج دارم یا 45 دقیقه هرچی که هست امور به انگلیسی، به زبان انگلیسی برای جوانای ما میگم که جوانای ما از اسلام و زندگی مدنی اسلام و اینو واسه که من متوجه شدم که یک تا جوانا وهابی شدن، یک تا جوانا از دین برآمدن، یک تا جوانا بالکل کانفیوز هستن، یعنی سردرگم هستن، یک تا جوانا حتی خودکشی کردن. تمام میگپا به خاطر عزیز که ایمان نیست. وقتی که نقش ایمان نمی است، نقش ایمان نمی است. لذا
سر از اول جنوری 2021 ما در تلویزیون جهانی امید 24 که در اوج روزای دوشنبه ساعت 11 بجه وقت کالیفرنیا و 2 بجه به وقت کانادا و 8 بجه به وقت نیویورک برنامه دارم، او برنامه سر از جنوری به زبان انگلیسی می باشم. یک سوال آمده بود که شما گفتین در اسلام طبقات اجتماعی نیست، پس کفوه در دین چی است؟ کفوه در دین است، کفوه در طبقات اجتماعی نیست. اگه شما از دهن کدام معلم و کدام کتابی که پس آنها نوشته شده اونا خوانده باشین که کفوه در اقتصاد است و کفوه در نسب است و گپا، اما نسب هم که در چیز است، چون که یک حدیث از رسول کریم است که انسان با فطرت اسلام خلق میشه، انسان با فطرت اسلام خلق میشه، اما نسب هم که مقصدش است نسب دینی است. پس کفوه در دین است. کفوه در این است که تو بچه فلانی خان هستی و بچه جنرال هستی و سفیر هستی و وزیر هستی و نمیفهم نواسه فلانی خان هستی و. کفوه در این نیست، یا پولدار هستی یا غریب هستی و این گپا کفوه نیست. کفوه تنها در دین است که شما با هم دینتان ازدواج کنین. و یک حدیث شریف هم است در صحیح بخاری که کفوه دین است، برای از اینکه زندگی خانوادگی رو بسیار آسان میسازن، از هر نگاه آسان میسازن. که یک بحث بلکل دیگه سوسیولوژی که دین است. و در پاری از یک سوال دیگه آمده بود که آیا در دین دکترا گرفته میشه؟ ابدا نه. یک گفت بسیار غلط است که فلانه در دین دکترا داره. در دین چطور تو میتونی دکترا بگیری؟ دین از خداست، تمام کائنات از خداست، تو درباره تمام کائنات میتونی دکترا بگیری؟ آیا یک آدم میتونه دکترا بگیره سر سیرت نبی صلی الله علیه و سلم، سر زبان عربی، سر تاریخ اسلام از یک بخش مشخصش، سر احادیث جعلی، سر احادیث ثقه؟ اما یک آدم بگه که من در دین دکترا دارم، یک گپ غلط و یک گفتار بسیار احمقانه است. و همین گپ هم که میگن عالم دین، همین هم یک گپ بسیار غلط است. هیچ کس عالم دین نیست، برای اینکه تو چطور میتونی کل کائنات بفهمی؟ کل کائنات که شما میبینین کلش دین است، تو چطور میتونی کل کائنات بفهمی؟ عالم دین نیست که چهار تا آیات از یاد کرده و چهار تا حدیث از یاد کرده و یک دو کلمه از امام حنیفه یاد گرفته و یک دو کلمه از امام شافعی یاد گرفته و عالم دین گفتی. و تا عالم هم تا نیست، بعضی که از خود یه چیز گفتن تا نیست، از دگاه را کپی کرده. هیچ عالم دین وجود نداره، بعضی کل کائنات دین است و تو نمیتونی که در تمام کائنات تو درباره تمام کائنات تو دکترا بگیری. یک دو ماه پیش یا تقریبا دو ماه پیش من شروع کردم یک سلسله نوشتار مترکوی خواستم یک گفته امریکایی یک ترای کنم. یک سلسله نوشتار من شروع کردم به نام برگه های از تاریخ افغانستان و دمی بخش افتمش چاپ شد در فیسبوک و رسانه های اجتماعی یا سوشال میدیا و این بسیار زیاد استقبال شد. و من چون ماستری ما در تاریخ است و من همیشه میخواهم که نوآوری کنم در مسائل دین، در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و طرح سخنان خود دارم و معلوم دار مسئول اعمال و گفتار و کردارم خودم هستم در او دنیام، در ای دنیام کس دیگه نیست. حتی آقای مسکینیار کمی موقعی رو برای من مساعد ساخته، در زیر برنامه نوشته میکنه که برنامه سازا مسئول گفتار خود هستن، یعنی که تلویزیون مسئول کارهای من نیست، که بسیار کار خوب است. در انگلیسی هم میگه پسته که it's not necessarily the views of the station, it's his views. این نوشته های من بسیار زیاد استقبال شد، برگه های از تاریخ افغانستان. و من اگه نوآوری کردم که ایوازه که تاریخ از شروع نوشته کنم، مثلا از دوران آمدشای عبدالی نوشته کنم و تو سلسلتن و یک رنگ سنه بتونم کی را کشت و کی کجا را گرفت، من پارچه پارچه از
از هر چمن سمنه یک چیز به نام تاریخ نوشته میکنم که و تحلیل و تفسیر خودم میکنم و ای یعنی که تونست یک سلسله باشه. مثلا دو هفته پیش درباره احمدشاه عبدالی نوشته کردم، در بخش آخریش درباره اتحاد و ازدواج قوم و مذهب در افغانستان که وزارت مجددی در جبه پکتیا که می جنگیدن، اینا برای قوم پشتون و منگل اینا وعده کردن که شما را ما از عسکری معاف میکنیم. ای باعث شد که ای ازدواج قوم و مذهب باعث شد که رای پشتونایزیشن در افغانستان واس شود که بحثای سوسیوپولیتیک جداگانه است. وسط ها مصیبت دیگه از او برآمد و ای بسیار زیاد همی و من کوتا نوشته میکنم، ای بسیار استقبال شد. به حدی که یک خانم که مطال بچشم ندیدمش اما در گروپ که من نوشته میکنم او است، به نام نظیره جان دانشمل از اروپا بر من تکست کرد که ما میخواهیم که امیار کلش کلکسیون کنم و با اجازه شما یک روز من همی کتاب به نام شما خودم به مصرف خود چاپ میکنم. من از نظیره جان دانشمل که در بخرم در لندن زندگی میکنن من بسیار زیاد تشکر میکنم و افتخار از ماست که ضیا جان طاهر در هامبورگ احادیث را که ما هفتوار نوشته میکنم به آلمانی ترجمه میکنم، برادرزاده نازنینم یاسمین یونس احادیث به فرانسوی ترجمه میکنم، وال نظیره جان دانشمل برگه های تاریخ میخواد کلکسیون کنه و یک کتاب بسازم. این کلش افتخارات است که مردم به من میتن و من از کلگی سپاسگزار هستم، تشکر میکنم. و یک چیز بر شما بگویم خواهرها و برادرهای عزیز، در این برنامه دو چیز اگر شما نفهمین، دو چیز هم. یکی دینتانه، یکی تاریخه. شما استثمار میشین و او که دین خدا و تاریخ خدا میفهمه او هیچ ابدا استثمار نمیشه، ازش سوء استفاده نمیشه، اما امکانات شهید شدنش مثل شهید خان محمد خان مرستیال از که حال سر از این کتاب گپ میزنیم. من یک ماه پیش بود یا پنج هفته پیش بود که کتاب جفای بزرگ از برادر بسیار گرانقدرم داود جان ملکیار ای برآمد و بسیاری استقبال شد و بعد از یک از برنامه من تا جای خودم خبر دارم این معرفی شد، یک جلدش هم نموند. این جفای بزرگ که جنایاتی که در وقت سردار داود خان، مرحوم سردار داود خان اتفاق افتیده، این کتاب برملا ساخت و این کتاب بسیار استقبال شد و این کتاب بسیار کتاب جالب است. این کتاب که من معرفی کردم امون روزش بود یادم نمونده یا سبایش بود که پروین جان امینی مرستیال، دختر مرحوم شهید خان محمد خان مرستیال، بر من از آلمان زنگ زد و از برنامه بسیار زیاد استقبال کرد و از من بسیار تشکری کرد و گفت من خود ما یک کتاب ساختیم تألیف کردیم که من او را از طریق داود جان ملکیار بر شما روان میکنم. من دیروز، من عادت دارم که قدم میزنم روزانه برای از اینکه همین ساعت آدم باید که درست باشه و از قدم زدن که آمدم کلی پوست بکسم در جیبم بود، گفتم بیا که این پوست بکسم خبر بگیرم دیگه 4 بجه است و من پوست بکس که واس کردم دیدم که یک کتاب هم اندازین از چیز سید شهید خان محمد خان مرستیال، کتاب شهید خان محمد خان مرستیال از که نویسندهش دخترشان از پروین جان امینی مرستیال، این برای ما در پوستر رسیده توسط داود جان ملکیار و همچنان نواسه مرحوم شهید خان محمد خان مرستیال به نام مرغلره، یک کارت بسیار مقبول امرای یک تکست بسیار کوتاه مقبول به انگلیسی نوشته کرده برای ما که مرغله جان تو برادرزاده ما ورستی، من روی تماچ میکنم و از این تشکری میکنم، بسیار زیاد مرا خوش ساختی این کارت، بسیار یک کارت مقبول و یک تکست بسیار مقبول به انگلیسی.
از پروینجان امینی مرستیال تشکر میکنم که کتاب بر من روان کردن، شما بسیار لطف کردین، کرامت کردین. ما افتخار میکنم که امروز برنامه دکتر یونس شو، به خاطر از اینکه نه من مربوط یک قوم هستم، مثل که باز خودم مربوط یک قوم میگن، نه من مربوط یک مذهب هستم، نه مده یک حزب هستم، نه مده یک حزب بودیم، نه در کدام تنظیم جهادی بودیم. ما 41 سال که در امریکا هستم، ما در هیچ جنای سیاسی نبودیم و همیشه ما آزادی فکر خود و آزادی بیان خود و آزادی کلام خود ما نگاه کردیم. و یک دلیلی که ما یک تعداد مخالفین دارم به خاطر همین تون زبانیم است، و یک دلیلی که ما یک تعداد زیاد که یک وقت آقای شکرالای کوگدای، استاد شکرالای کوگدای در ماهنامه کاروان نوشت که طرفداران ما از مخالفین میکرده زیادتر است، طرفدارای ما و مخالفینی که ما دارم به خاطر نمی مخالف هستن که ما ترت و پوست کنده هر چیز میگم و محافظه کاری نمی کنم و مدار کسایی که مرا دوست دارن خونه کتابای خود روان میکنن. و این یک افتخار است که بر ما هر سال 5-6 جلد 7 جلد کتاب می اومد. تا کسایی که از ما خوار نمیخوره یا خوار میخوره او کتاب خود روان نمیکنه. کتابی که و بعضی که میفهمه که ما همون چیزی که در دل ماست، ما چون خودم یک محقق هستم از او خاطر یعنی مهم است که میفهمن که بر کی روان کنن، بر کی روان نکنن، کی او را تعریف میکنه، کی او را تعریف نمیکنه. پروین جان، من کتاب دیروز 4 بجه از پوسته گرفتم و این کتاب ما بعد از نماز شام در کالیفرنیا که 5 بجه است من خواندم و چون 130 صفحه است من تا 8 بجه شب خلاص کردم. خداوند شما را خیر بده. اول که پدر شما را خداوند غریق رحمت کنه و بهشت برین جایش باشه. بهشت برین جایش است به خاطر از اینکه او شهید شد و به جنایات سردار داوود خان شهید شد. در این جای شک و شبه نیست که آمدن سردار داوود خان به حیث رئیس جمهور افغانستان، افغانستان بسیار از اون مسیر دموکراسی و مسیر آزادی و اینا بالکل تغییر داد. مردان بسیار با تمکین و مردان بسیار وطن پرست اینا جانای خود از دست دادن، قتل و قتال صورت گرفت. در وزارت داخلی افغانستان قدیر نورستانی مردم ها را قین و فانه میکد و من در وقت یک بچه بسیار جوان بودم پیش از یک اروپا برم. یعنی چیزای نیست که من تنها از کتاب خوانده باشم. من خودم زنده بودم، 23 ساله بودم، 24 ساله بودم، در کابل بودم. عکسای بسیار جالب تاریخی ای کتاب داره. من بعض چیزای از کتابم در یک قسمت از وظایفی که مرحوم مرستیال نوشته کردن، در آن وقت مسئله پشتونستان به انتهای اوج خود رسیده بود که اگر چند سال دیگر دوام میکرد ممکن وضع سیاسی افغانستان حالت دیگرگون را به خود میگرفت. این بسیار گپ مهم است. یک دلیلی که داوود خان دستش از ظاهرشاه گرفت به خاطر این مسئله پشتونستان بود، برای از اینکه ظاهرشاه این امیره میفهمید که پشتونستان را دیگر گرفته نمیتونه و ما یک کشور فقیر و بیچاره تمام روز باید که کشور همسایه در جنگ باشیم و تا حال در جنگ هستیم. این بسیار گپ مهم بود. مدت در وظیفه مرستیالی سرگرم بود که دفعتا جنگ با جاور از طرف قوای پاکستان و قوای عسکری افغانستان در سرحدات کنرها در زمان نایب الحکومگی مرحوم غلام فاروق عثمان در ولایت ننگرهار شروع شد. در این جنگ متاسفانه قوای عسکری شهر آسمار و کنر خاص تحت محاصره قوای پاکستان قرار گرفته بود که بعد از او باز به اهلیت و کفایت و لیاقت مرحوم مرستیال ای اسمار اینا نجات پیدا میکنه. اما اول را پاکستان گرفته بود. چیزی که من زیاد میکنم در ای صحبت ایسته که عسکر پاکستان در مو وقت هیچ مداخله نکرده. مثلا پاکستانیا توسط پشتونای سرحد افغانا را در مو وقت در اول شکست داده بودن، باید به کمک و تدبیر مرستیال اسما را نجات داد که ای از افتخارات از ای آدم بود. بسیار عکسای مقبول داره. در صفحه 23 میخوانیم که پس از موافقت کودتای نسل 26 سرطان، کودتای نسل 26 سرطان، کسایی که
کیها از سردار داوود دفاع میکنن؟ ما به شما یک لستکش ساختیم. اول یک تعداد مامدزیا از سردار داوود دفاع میکنن که سردار داوود مامدزی بود یا مامدزی بود. یک دوم یک ده پشتونای از سردار داوود خان دفاع میکنن که این پشتونا یک ده پشتونا که تعدادشون زیاد است به خاطر دایه نامنهاد پشتونستان برای از اینکه امی قصه پشتونستان در وقت صدارت خود بسیار شدید بلند کرد ایوازه که به تفاهم برسه از دیپلماسی کار بگیره. داوود خان شما کلتان خبر دارین که یک آدم فوق‌العاده کلاشخ، یک آدم گبرو، یک آدم کلاشخ، یک آدم که یعنی از تدبیر هیچ وقت کار نمیگرفت داوود خان. الهی شکر که هجرت کردیم و الهی شکر که همین کتابا برآمد که همین کسایی که به طرفداریش نوشته کردن اینا باید که یک کمک کنه تعمق کنن. دوم پشتونایی که به خاطر دایه نامنهاد پشتونستان از داوود خان دفاع میکنن. این گپا را شما از تلویزیون جهانی آریانا افغانستان میشنوین. سیام کسایی که وقتی که داوود خان رئیس جمهور شد اینا در حزبش بودن، حتی به طرفداریش نوشته کردن اینا که در حزبش بودن اینا از داوود خان طرفداری میکنن. پس ما تاریخ برای ملت نوشته نمیکنیم، ما تاریخ به خاطر عقایق تاریخ نوشته نمیکنیم و تاریخ از علوم انسانی است، یعنی هیومانیتیز روست مثل دین از هیومانیتیز یا علوم انسانی است. هر کس میتونه در راه دین تحقیق کنه نوشته کنه، هر کس میتونه در راه تاریخ تحقیق کنه نوشته کنه. حتی مشاهدات خودم مثلا در جنگ اومی دوم، بهترین کتابای تاریخ جنگ اومی دوم در آلمان از مشاهدات مردم نوشته شده، نه اینکه یک آدم رفته باشه دکترا گرفته باشه در تاریخ. این کتاب تاریخ از پروین امینی مرستیال تاریخ است. و مرستی به کسایی که واقعا طرفداریای ناحق میکنن، دروغ میگن به خاطر که در حزبش بودن، به خاطر که پشتون هستن، به خاطر پشتونستان، به خاطر نیفام که محمدزی هستن. حالا ما بسیار خجالت میکشون برای این مردم، کمی مردم اتا ما ایران میمونم چی بگادم برای اینا. قرآن به وضع اگه مسلمان هستی قرآن به وضاحت میگه که شما از حق صحبت کنین و از باطل جلوگیری کنین. و امروز در اثر هجرت یک رنگ پشت پشت باطلایی که اینا کردن باطلا برآمده میره. سبحان الله، الحمدلله و الله اکبر. و چهارم یکی در زنان هستن که از داوود خان پشتیبانی میکنن به خاطر که داوود خان رویلوچی را آورد. اما این خانوما نمیگن که داوود خان رویلوچی را در افغانستان ناورد، تنها در کابل آورد. از این خیرخانه اوسو و لوگر ایسو اینا رویلوچی او طرف نرفت. تمام تحولاتی که در افغانستان میشد اومن زیادتر مرکز هسته‌ای کابلی داشت. و چون این نظام‌های پیش ما من هست یک محقق تاریخ و باستان شناسی و جامعه شناسی و انتروپولوژی افغانستان، صدام حسین و سردار داوود و اسد که در سوریه بود، اینا کلش معمر القذافی، اینا کلش در یک ردیف است. کشتن، بسته کردن، مردمای ملی را برکنار کردن، قین و فانه کردن. این چیزای خود نمیتونه کار ما اینا را پت کنیم. وقایع بعدی مملکت به اثبات رسند که مقرری و معزولی پدر شهیدم یکسای از توطئه قتل او و میوانوال شهید و دیگر وطن پرستان و گرفتاری آنها توسط عناصر کی جی بی و سردار داوود بود. خیر ببینی پروین جان نام خود تا مال در تاریخ برآمد. برای از اینکه قلم به دست گرفتی و مردانوار، مردانه یک صفت نیوترال است که برای زن هم استفاده میشه، برای مردم مردانوار درباره پدرت نوشتی و عقایق تاریخ دوران جمهوریت نوشته کردی. نامه از پدر شهیدم به دست آوردیم که برای برادرزاده خود که در عین زمان شوهر این جانب هم می باشد فرستاده بود. در یک خریطه از طرف خانه برایش انگور فرستاده بودیم. او با استفاده از همکاری یک عسکر شریف و روان کردن انگور و کاغذ به اتاق که دیگر محبس برای برادرزادش موضوع شکنجه ها و اقرار جبری را نوشت که از بیگناهی آنها نمایندگی میکند.
ولی اینا برای از اینکه اقرار بگرن خینفانه کردن، زدن، توهین کردن، اهانت کردن، برای از اینکه و به اندازه وضع رسید که در کتاب آمده که من کتابشو با دقت خواندم، از این 5 بجه شروع کردم تا 8 بجه شب خلاص کردم. این به اندازه اینا شکنجه شدن که اینا ترسیدن که نال اگه ما اقرار نکنیم مثل که نادرخان امگیر قتل و قتال کرد و تگپا خانواده را قتل و قتال کرد و مثلا شما خانواده چرخی و اینا را قصایش بخوانین، حتی اولاد 5 ساله را اینا در زندان انداختن. موضوعی که چندی قبل در جریده مساوات در پشاور از طرف محترم آقای غازی آبادی که از ایشان قلبن متشکریم نیز به نشر رسیده بود آشکار میکند که نه کودتایی وجود داشت و نه مفکوره وطن فروشی و نه تباهی ملت و مملکت نزدشان موجود بود. مخصوصا که وقتی داود خان اگر چی بود؟ گپراو. وقتی که کودتا میشه اولین کسی که بر وزارت دفاع میخواد که مام خبر دارم بدون از اینکه من کتاب جفای بزرگ بخوانم و این جفای بزرگ باید نامش میمون داوود جان ظلم بزرگ. جفا یک کلمه عادی است، ظلم بزرگ. ما میگه پاره خبر دارم بعضی که من اون وقت جوان بودم و من بچه های کابل هستم و پدر من مرحوم استاد محمد یونس متخصص بسیار که مردم ها سلام علیکی داشت و بسیار قصار ما خبر داریم. میتونست که من از یک کوچه آمده باشم و از کابل من نبوده باشم که نه کودتای وجود داشت و نه مفکوره وطن فروشی و نه تباهی ملت و مملکت نزدشان موجود معلوم بود. و حالا خوبتر معلوم شده است که وطن فروشان و افرادی که وطن را تباه کردند کیها بودند. بسیار جالب است که بینندگان عزیز تلویزیون آریانا افغانستان که افغانستان هرچی سرچپه است، او کسی که ملی است او یا باید تبعید شوه یا باید کشته شوه یا باید مثل از این آدم ماره 21 مرمی بخوره. باز او کسی که ملی نیست بنام از او شافخانه و سرک و میدان هوایی و اینا را میکنن. کل چیز در کشور ما سرچپه است. در قسمت از خاطراتی از پدر شهیدم یک قصه که بسیار جالب مدی شده صفحه 25 خواندم که بر شما میخوانم. میگه که یکی از خاطرات پدر شهیدم که فراموش نمیشه از وقتی است که من شاگرد صنفی از مکتب بودم در آن وقت مظاهرات بود و تعدادی از بچه‌ها و دخترها به موضوعات سیاسی علاقه پیدا کرده بودند. در یکی از روزها با ایشان در آشپزخانه منزل ما اواسانه میپختیم. بسیاری کتاب جالب است. جالب است که از دل و قلب نویسنده با جملات بسیار عام فهم بدون دروغ بدون ریا و یک دختر صنفی از مکتب وقت بوده پروین جان این قصه را نوشتم میکنم. از پدرم سوال کردم که و بهترین تاریخی نمیست، ما همیشه سنوات را نوشتم میکنیم، جنگا را نوشتم میکنیم، خیانت ها را نوشتم نمیکنیم، میگیم که فلانی فلانی را کشت، اما این که چی خیانت ها در پشت از بود نوشتم میکنیم. اما در هجرت آل ما یاد گرفتیم که چطور ما تاریخ را نوشتم کنیم. و 2 سال بعد اگر من زنده باشم به کمک به اراده خداوند و کمک نظیره جان دانشمند انشاءالله که برگه های از تاریخ افغانستان هم در خدمت شما در 100 تا سر جهان برای که من درست در آمازون چاپش میکنم که کلگی در کل دنیا بخونم. در یکی از روزها با ایشان در آشپزخانه منزل ما اواسانه میبختیم. از پدرم سوال کردم که بابا جان زایشا یک لیدر نیست که برای افغانستان کار ملت را آباد کند، خوبتر نخواهد شد هر کسی دیگری در قدرت بیاد؟ چون پدر مرحوم شخص بسیار دموکرات بود و هیچ وقت سوال های ما را به جواب نمی گذاشت، برای هم گفت که حرفت غلط نیست اما وقتش غلط است. اینال بازی بسیار خوبش است. سوال کردم که چرا؟ گفت در دیگه که پیش روی در جوش است بالایش چرا سرپوش کونه را گذاشتی؟ گفتم شوربای ترکاری هنوز پخته نشدم اگر سرپوش نداشته باشد در همه جا تیت و پاشان می شود. همه ترام شد. و یادم از سن 52 سالگی این روان که بودن به عربستان سعودی، یک کشور که غیر دوج نیم مسئله حج بود و برازی که خواستن که دیگه سنه برایه، برازی که کسایی را که بسیار زورشان نمی کشید با زور سفیر می ساختن. یکی از دلایل سفیر شدن در او وقت تیر کردن یک آدم بود در افغانستان. وقتی که
نمیخواستن که بسیار دادان مردم هم بفته باز یک آدم سفیر میساختن وقتی میخواستن که از صحنه برایم. در صفحه 30 چند وقت پیش از کودتایی که محمد داوود توسط کمونیستا اجرا کرد کیره طرفدارایش هیچ وقت نمیخواهند که سردار داوود با کمک پرچمیا و خلقیا و اینا خوصا پرچمیا این به قدرت رسید. گفت نمیدانم کومه را امتحان میکرد و یا این خانت را در حق خسربره و بچه کاکای خود که نخواهد کرد، چون سردار از من سوار کرد که خان محمد خان چی فکر میکنی راجع به تبدیل رژیم در وطن. من گفتم که سردار صاحب خود ای را بر داوود خان گفته بود. خودت خوب مرا میشناسی که درای وطن جانم را فدا میکنم، اما به نظر من هنوز ملت آماده نیست. بعد از سردار پرسیدم که به نظر شما چی نوع رژیم باید روی کار بیاد. سردار جوابم را نداد. در اسلام خانواده یونیت کوچک اجتماع است. The smallest unit of a society. خانواده واحد کوچک اجتماع است. پس خانواده همیشه باید بسیار محکم باشه. خانواده همیشه باید که با ثبات باشه. خانواده همیشه باید متحد باشه. خانواده همیشه باید که قوی عفو بخشش داشته باشه و بتانه که امو ثبات نگاه کنه. در افغانستان ایگه قطعا نشده و خانواده همیشه در کله یکی دیگه زدن. همیشه در کله یکی دیگه زدن. و داوود خان چی کرد؟ داوود خان به ظاهر شاه خیانت کرد، به خانواده خود خیانت کرد. و سر پیش ما دکتر فرید یونس، پیش ما هر کس که به خانواده خود خیانت کنه او سرنگون میشه. برای از اینکه خانواده واحد کوچک اجتماع است در اسلام. تو به خانواده خیانت کنی به هر کس دیگه خیانت میکنی. و در اون وقت پادشاه کدام گناه عجیب و غریب نکرده بود. میشد که اصلاحات بیا و همین دموکراسی که ما کل ما که خلیل جان راغب یکان دفعه دوره طلایی میگه، دوره طلایی نبود که ما غریب نبودیم یا فقیر نبودیم یا مثلا کلگی موتر داشت. نه، ما مردم غریب و فقیر و بیچاره بودیم و شمول خودم. دوره طلایی به خاطر از این بود که یک نفر هم کشته نشده بود در افغانستان. 12 بجه شب شما میرفتین از کارت پروان، ما در پیش کو زندگی میکردیم، در سینمای آریو پویا پارک میرفتیم سینما، کسی طرف ما چپ سل نمیکرد. یک آرامی عجیب بود در افغانستان. بعد از آمدن داوود خان این آرامی مطلق از بین رفت. مردم از سیستم میترسید، از سیستم وهم داشت. من فرید یونس هستم و امروز روز سه‌شنبه هشتم است، سه‌شنبه هشتم دسامبر 2020 است و شما تلویزیون جهانی آریانا افغانستان تماشا میکنید. این بسیار جالب است. از خاطرات دکتر سید فضل احمد عبدیانی. دکتر سید فضل احمد عبدیانی یکی از دکترهای طب است و از قوم پشتون است و از من یک دوست بسیار خوبم است و همیشه به کتاب های من و اینا همیشه پول روان کرده و کمک کرده که من از دست دهی تلویزیون جهانی ازشان تشکر میکنم. و باز یک قسمتی از این کتاب وام خاطرات خود روان کرده که چاپ شد. ما راجع به دگروال عبدالعلی خان وردک صحبت میکردیم. بعد از کودتای داوود خان از وظیفه‌اش تبوکدوش شده بود و هر کدام از بابت بیکاری و زار همدردی و تشویش مینمودیم. خانم مسئول روی به طرف ما دور داد و گفت برادرها، من شاید نزد شما یک خانم عادی باشم، اما اینقدر میگویم که اگر تا 3 روز دیگر عبدالعلی را مقرر نکند به ریش او خواهم شاشید. ببخشید خانم برادرای عزیز، بر من هر چیزی که بیایم من میخوانم. من نه شرمنوک هستم، نه من میشرمم و نه پرابلم ماست که شما چی نوشته کردین چی نوشته نکردین. هر چیزی که بر من بیایم من میخوانم. خودت اگر خود پرابلم داری این پرابلم خودت است، که مردم پرابلم داری پرابلم خودت است، که خانوادت پرابلم داری. بر من که رسید من میخوانمش، بر من رسیده من میخوانمش. اه
خورا برادرها زنگ نزنین که ما همی گپای خود بزنم در چیز هنوز 20 دقیقه مانده. دیگه اشخاص در پولی دکتر سیب عبدیانی اشخاص در این کتاب امو یادگار خود نوشته کردن یا خاطرات خود نوشته کردن جناب عتیق الله نایب خیل است که بسیار چیزای دروغ از اینا را ثابت کرده که دروغ گفتن و در صفحه 49 آمده که چون این جانب نتانستم خود را کنترل نمایم و به محمد داوود بیرحم دشنام دادم، باز هم در دیمزنگ محبوس شدم. دو هفته دیگر آنجا محبوس بودم. ای از خاطرات چی بوده که از خاطرات یکی از برادرزاداش بود که موتروانیش هم میکرد. ما هموطنان ما شاهد میباشند که محمد داوود متباقی رهبران رژیم با سیاست ظالمانه و منافقت آمیز خیش ملت و مملکت بدبخت افغانستان را به تباهی کشاندن که تا به حال استقرار آن در آن دیده نمی شود. و این بسیار راست گپ است. یعنی من شاهد هستم وقت بچه جوان بودم که با آمدن داوود خان افغانستان سرنگون شد. امی مجاهدین ارزندام کردن و یعنی قین و فانه شد و مطبوعات بسته شد و آزادی بیان و کلام نداشتیم و من در وقت پارت تایم ترجمان فرانسوی بودم و برای فرانسوی ها کار میکردم. ما رفتن ما در ولایت اونا استاده شد، ما را اجازه نمیداد وزار داخله که بریم به اوجا سفر کنیم. یعنی بسیار بدبختی شد، بسیار بدبختی شد. رهبران خانواده صفحه 50، رهبران خانواده سلطنتی افغانستان مخصوصا هاشم خان و داوود خان مثل کله ماهی گنده شده ملت و مملکت افغانستان را تباه کردند. شعبه مخصوص استخباراتی محمد داوود خان وظیفه دار بود که مردمان فهمیده و تجربه کار مملکت را به بدنامی های ساختگی از بین ببرند و یا در محبس با صد مشکل محبوس نمایند. داوود خان در واقعیت با دو کابینه اجراات میکرد، یکی کابینه ظاهری که برای ملت افغانستان معرفی نموده بود و دیگر کابینه مخفی سلطنتی که مشاورین خود را داشت. افشای کابینه مخفی آن را توسط مخفی آن را تصادفا از طریق خانم آلمانی غلام محمد فرهاد که به نام پاپا مشهور بود و آشنایی با پال فریدریک شنیدم. پال فریدریک هم یک کسی بود که برای افغانستان در مسائل استخباراتی و اینا خدمت میکرد، آلمانی بود. محمد داوود خان از کابینه مخفی مشوره میگرفت و مشوره ها را عملی میکرد. اعضای مخفی او به روسا و امریکایی ها تعلق داشتند. در جریان صحبت وقتی متوجه شد که ما از متعلقین و اعضای خانواده شهید مرستیال هستیم، از ادامه صحبت خودداری کرد. مقصدش همی آلمانی بود که اینا میخواستن که زیادتر از او گپ بگیرن، اما او فهمید که اینا از خانواده مرستیال هستند و چی نکرد. درباره صمد ازهر بسیار چیزهای جالب آمده. مثلا فیض محمد یکی از رجال معروف در افغانستان او را قصاب خلق لقب داده بودن. بله، ما از این خبر داشتم، قصاب خلق ما میشناختیم. یعنی چیزایی است که باز کسایی که به طرفداری داوود خان صحبت نکنن قطعا صحبت نمیکنن. و بالاخره در صفحه 88 یک موضوع بسیار جالب آوردن که در ماده 3 گذشته از بی‌اعتنایی به حقوق انسان‌ها در موارد محاکمات که در نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی همواره اصل پذیرفته شده است، مشوره و تصمیم مشترک طرفداران سرکوب‌ها و به احتمال بسیار که تجارب پیشینه حکومتداری خانوادگی نیز طرف توجه محمد داوود خان بود. یکی از این تجارب محکمه فرمایشی و جفا آمیز است که محمد نادر خان برای محمود سامی و محمد ولی خان کفیل سلطنت شاه امان خان دایر نموده بود. بله، نادر خان هم یک محکمه. کتاب سامی رو میپرتین؟ کتاب دومه؟ این کتاب یک ذره ضعیف معلوم میشه. این کتاب محمود سامی پادشاه مشاور نظامی اعلیحضرت شاه امان الله خان قاضی است که جناب دکتر عنایت الله شهرانی این نوشته کرده و بسیار یک کتاب جالب تاریخ است و ما از تکرار از جناب
دکتر سب شهرانی تشکر میکنم که کتاب بر ما امضا کرده و تانوشته کرده که خدمت دانشمند گرامی و شخصیت ملی وطن پروفسور دکتر فرید یونس با احترام خاص تقدیم است. ما ازشان تشکر میکنم و به تمام تشکر جانم به تمام این کتاب سامیس این بسیار مردم نخواندن و حتی ما باز کتاب های تاریخ که میخوانم فکر کردن که سامی یک ضابط عادی بود و در افغانستان آمده بود از ترکیه اوترا. نه، سامی بسیار یک آدم بسیار پر و تحصیل یافته و یکی از اشخاص بسیار معتمد دربار سلطنت اعلیحضرت مرحوم امان‌الله. من این کتاب رو بر شما آوردم جانم که شما بفهمین که ما که گپ میزنیم با سند و دلیل و شواهد گپ میزنیم، ما اینطور اوهی اوهی طرفداری های ناقی نمی کنیم. من از طریق این برنامه خود امروز سه شنبه 8 دسامبر 2020 میلادی ما به تمام خانواده گرامی سامی هم در کالیفرنیا و هم در استرالیا و در هر جایی که هستن به تمام خانواده گرامی سامی ما عرض سلام و ادب دارم و خداوند پدر شما را و پدر بزرگ شما را محمود پاشای سامی را غریق رحمت کنه و بهشت بر این جایش باشه. این کتاب که بسیار عادی نوشته شده در قسمت آخر، در قسمت آخر که بسیار عادی نوشته شده، درد دل پسر یک شهید است. مرحوم مرستیال، خانم محمد خان مرستیال، یک بچه داشت به نام سلطان محمد ایمل و ای سلطان محمد جان بسیار ساده، بسیار بسیط، فقط قصه دل خود گفته منعیس فرزند یک شهید و همچنان منعیس یک آدمی که در سیاست قطعا نخواسته که دست داشته باشه و نماندنش که در سیاست دست داشته باشه است که ظلم و اینا سرشون شده. اما من بسیار خوشم آمد که امی درد دل یک پسر یک شهید اینا دمی آخر کتاب آوردن، برای از اینکه امی تنظیم کتاب بسیار یک گپ مهم است که شما امی صفحات و شما چطور امی فصل ها را چطور تنظیم میکنین. این درد دل یک پسر شهید با یکی بسیار ساده نوشته شده، بسیار مقبول نوشته شده، اما بسیار جالب نوشته شده و از حسن شرق دکتر صاحب حسن شرق که برنامه های مرا میشنون، اما من نیست یک مطبوعاتی بر شما بگویم که هر چیزی که بر ما بیایه من میخوانم، هر چیزی که بر ما بیایه من میخوانم، اینجا من تبعیض نمی کنم که کی کیست. متاسف هستم که در باره شما، چون که یک روز پسر شما را در یک مسجد دیدم گفتن که شما برنامه های مرا میبینین، او را دارم این یک رنگ شلستین. ببینی افغان ها هیچ مدنی نمیشن. این شش دفعه است که آدم زنگ میزنه خالبان که من کارم خلاص کنم، یا شاید من هیچ وقت نداشته باشم که این کتاب بر من بسیار مهم است از اینکه تو بر من زنگ بزنی من را دو بزنی یا یک تبصره چتی کنی. اصلا شرق از کرامت انسانی و عدالت اجتماعی دوران حکومت محمد داود نوشته می کند، از حقوق بشر و حاکمیت ملی داد می زند، پس در حق اشخاص بیگناه، شخصیت های ملی و فهمیده وطن که سالهای دراز در خدمت مردم و ملت خیش بودند و خدمات بسیار مهم نسبت به وطن انجام دادند، کی مقصر است؟ البته که داود و خود اصلا شرق، سرور نورستانی، نبی عظیمی، پاچاگل وفادار و امثال آنها، تمامشان در ظلم و بی‌عدالتی سهم داشته، جوابده خداوند جل جلاله شانهو و ملت می باشند. بشک من بسیار خوش آمد که امی درد دل پسر یک شهیده که بسیار ساده نوشته شده اما بسیار پاورفل، بسیار قوی نوشته شده، اینه در آخر آوردن. من تکرار این کتاب به جامعه تاریخ افغانستان به مؤلف و گردآورنده بسیار نازنینش پروین جان امینی مرستیال مرا از خاطر گریه میگره که ما چقدر مردمان فاسد داریم که هنوز هم از این فسادات دفاع میکنن و ما بودیم. میتونسته که ما ایرا از تاریخ خواهم، من خودم زنده بودم که چی حال بود در وقت داود خان.
امین فرار فرار هم در وقت داوود خان شروع شد، پیش از اون نبود. مردم میرفتن موتورهای مرسدس بنز و ترال از آلمان میخردن، میامدن در کابل تجارت میکردن. یک تا جوان ها در وقت داوود خان ما خب پیسه نداشته، مردم غریب بوده، ما نمیتونستیم جای بریم، پاکستان هم رفتن نمیتونستیم. اما یک تعداد بچه‌ای که سرمایه دار بودن و پیسه دار بودن، اینا خود کشیدن از افغانستان. برگه های تاریخ از برگه های از تاریخ افغانستان هر هفته دو پاراگراف سه پاراگراف نوشته میشه و در فیسبوک اینا نشر میشه. و وقتی که کتاب با احمد نظیر جان دانشمند چاپ شد در سر تا سر جهان، من چیزایی رو نوشته میکنم که ابدا شما نخوندید، ابدا. مثل که در این برگه آخری نوشته کردم که در سال 1968 بود که اولین شیعه داخل وزارت خارجه افغانستان شد. تا سال 1968 شیعه ها اجازه نداشتن در افغانستان در وزارت خارجه کار کنن. من چیزایی نوشته نمیکنم تو رفتی از کتاب انگلیسی گرفتی و از کتاب فرانسوی گرفتی و نمیفهم. نه، من خودم از مغز کابل هستم و بسیار گپا رو خودم خبر دارم. تلفون رو میتونین روشن کنین چی جان؟ 9 دقیقه مانده و مرغلره. بسیار تشکر از این کارت مقبول، I love it جانم. بسیار تشکر، بسیار تشکر، زنده باشین. بله بفرمایین. تلویزیون جهانی آریانا افغانستان، فرید یونس هستم، بفرمایین. سلام علیکم استاد محترم، من گرشا جاوید هستم از شهر فریماند، شما را زحمت میتونم. بفرمایین آقای جاوید، شما پسر مرحوم جاوید نیستین؟ بله. آه خداوند پدر شما را غریق رحمت کنه و بهشت بر این اوستا جان. خوب است؟ مهربان هستین، تشکر. بفرمایین، امر کنین. خواهش میکنم استاد خملم، من هم میخوایم که گفتیان تا تکراری شد و وقت برنامه را بگیرم. گفتیان تا از دوستا و شمندگاه محترم میگوان تا که تلفون میکنن از این خاطر رایات هم شده یا نزاکت هم اگر شده امی سوال ها در راجع به سوال های خود یک کمک تجسس و تفاهم بکنن، تفاهم بکنن که ببینید که چی سوال میکنن. مثل سابقه شما جوابهایشان داده بودن، مثلا شیعه بچه تو استفاده بکنن یا مثلا مسواک یاره. بله بله، تشکر جانم، تشکر که زنگ زدی گرشا جان نازنین، سلامت باشی. سلام میگه خانم. بفرماین شما در لین هستین، فرید یونس تلویزیون جهانی آریانا افغانستان، بفرماین. بله سلام علیکم. سلام بی بی گلم، شما بفرماین از کجا گپ میزنین؟ شما چیست؟ تنها یک دو کلمه گپ میزنم. بفرمایید. هر کس در مسئله عسکری که مقابل حکومت یک کار میکرد، حکم اعدام برش میبرامد. آقای مرستیال کودتا میکرد، کودتایش گیر آمد. بسند کل مردم سایر مذهبایی که در افغانستان بود کلگی میشناختن، میفهمیدنم. شاید کسی که معلومات داشته باشه، کسی که موزه ببخشه، کسی که زنده است باید دلنگ بیان و قدر بگوید. فرین جان زنده باشه، خوب پدرش است، مگم اکنه کپانه. تشکر ببخش. تشکر، تشکر از تلفونتان. در یک جامعه آزاد زندگی میکنیم، سخنان بیبی را شنیدیم، اما نه، این گپ مطلق دروغ است و ما خودمون تحقیقات خودمون نشان میده که قطعا این مردما هیچ کودتا و تران نشان مونده. یک تا در اشخاص بودن در اطراف داوود خان که بر از او گپ یاد میدادن و او یک آدم بسیار گپرو بود و یک آدم در این قسمت نمیخواست که قدرت خودم از دست بده و امی مصیبت به بار آورد. من به سخنان شما احترام دارم بی بی گلم، تشکر که زنگ زدین، اما من این را قبول ندارم. بفرماین فرید. بله بفرماین. تلویزیون جهانی آریانا افغانستان، فرید یونس هستم، بفرماین. دکتر صاحب عرض سلام، حامد زرابی هستم. میخواستم یک سلام و یک مانده نباشی به شما و بیننده های برنامه تان بدم. حامد جان زرابی، خودت خوب بسیار یک شخصیت مبارک جامعه افغانی ماستی و بسیار برنامه های فیسبوکی سیاسی نداری. تشکر که زنگ زدی، بفرمایین. من عرض ندارم، فقط یک نکته را در ارتباط با موضوع برنامه تان به عرض میرسونم که وقتا همی تاریخ به گونه قلب میکنن که بعضا فکر میکنن واقعیت است. بله. ایمانه که 20 سال 30 سال آینده بنویسن که امریکا را اشرف غنی آزاد ساخت، افغانستان اشرف غنی آزاد ساخت چنگال امریکا. بله 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 بله، همین مشکل تاریخ نویسا همین است. همونطوره که در گذشته با آمدن روسا و مزدورایشان، امروز یکی ده تصور میکنن یکی از رهبرای
حزب دموکراتیک باعث نجات افغانستان و بیرون کردن روسا شد. و نحوه برای نسل جوان میخواین دیکته کنن که مثلا دکتر نجیب باعث شد که روسا برن، در حالی که خودش یکی از عوامل روسا بود و میزبان روسا بود تا زمانی که گلاسنوست و پروستریکتای گورباچوف ایجاد نشده بود در خدمتشان بود. بعد از اینکه تشکر آمد جان دیگه ما می یک زنگ زنگ دیگه را بگیرم، نام خدا زنگ زیاد می. تشکر جانم، انشالله که با صحبت میکنیم. تشکر از تلفونت عزیز دل. بله بفرمایید، تلویزیون آریانا افغانستان، فرید یونس هستم، بفرمایید. بله دکتر صاحب سلام، احترام میرسانم پرین مرسیال امینیستم. پرین جان شما چطور هستید؟ جهان تشکر از معروفی کتابتان. من فقط کتاب جمعوری کردیم، من که نویسنده نیستم، من کاش مثل بطای شما میرسیدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. شما امروز در زمره نویسندگان تاریخ افغانستان قرار گرفتین و ما چون خودم ما فقط خواستیم امی خاطرات پدر خود جمع کنم. همشه که پیشتر تلفون کرد که گفت خانمات خان کودتا میکرد، کودتا باید اگر از مسئله عسکری دیم شیده خبر داشته باشه یا میفهمه، باید بفهمه که کودتا به یک نفر نمیشه. بله کودتا مثل که خود دارید کرد. بله یک مشتیوانی خارجی داشته باشه. بله شما خان اگر مثلا باور کنین دکتر صاحب که بابین با وجودی که پشتون بود اما ما فارسی گپ میتاریم، وقتی که یک کسی پرسانش کرد که مرسیه صاحب اولادت چطور فارسی میگه، گفت اولادت باید آدم وای گپ بزنه. فارسی گفتن نباشه، گفتن انگلیسی گفتن مفهوم از این نداره که یک کسی به یک جای مربوط باشد. بله اما قسمان بود من دیم شدیم خواهش میکنم که اگر زحمت نمیشه برش ما بر شما بگویم. پروین جان نازنین که سردار داوود یک شخصیت کانتروورشل زد و نقیز است در تاریخ افغانستان، یک تا طرفدارا داره و من دلایلی که به طرفداریش میکنن بر شما گفتم و یک تعداد مخالفین داره. من همین چیزی مخفی کردم بخاطر اینکه داوود برای افغانستان کوشش میکرد کار کنه، اما ایک یک اقلی شخصی داشت که باید در مقام اول باشه، اون هیچ وقت نمیخواست که نفر دوم در ملت باشه. بله و مشوره بود که هم مشوره بود و هم پدر شهیده. ما بازم بیر جهان ازتان ممنون هستم از این که ما را رهنمایی میکنیم، نه تنها در مسئله تاریخ، نه تنها در مسئله مذهبی دینی قومی. این برای اینه میگفته با گفته شما که ملت تباز بخاطر اینی که ما باید دیگه خود نمیتونیم بسازیم. بله بسیار تشکر پروین جان که زنگ زدین و برادرم آقای امینی و امینی سلام بگیم. بسیار تشکر کردیم که تاریخ افغانستان گم نمیشه انشاءالله. زنده باشین سلامت باشین. بله بفرمایید، تلویزیون جانی آریانا افغانستان، فرید یونس هستم، بفرمایید. سلام علیکم امان الملک جناب هستم، با سوال خوشتابات ما رو قرار کنید. زنده باشین، بفرماین. شما که دوزه این دیگه هستید؟ نه من دلائی نیستم، سخن شما رو مردم بشنوند، بفرماین. خب، من میخواستم که یک چی دفعه کنم راجع با منسکی هستم، چرا دارایی ما بود و سرسدهی خواهدی ما بود، بسیار کوتاه بر از اینکه وقت برنامه خلاص شده. بسیار من هر چیز میخواستم که شما گفتیم که شیار زکی نمیده و ساعت خارجه نمیده برازای هم تشیار دستکری و پریم. بله زنده باشین، تشکر که زنگ زدین. اگر سرسفید هستین دستایتان هم میبوسم، اگر جوان هستین رویتان هم میبوسم، از تلفونتان تشکر میکنم. بیندگان عزیز تلویزیون جانی آریانا افغانستان، این بود برنامه امروز، برنامه ما دکتر یونس شو از تلویزیون جانی آریانا افغانستان. من از آریات و چیزهای خود در تاریخ دارم، مردم از خود دارم، اما وقتی که در وقت داوود خان اتفاق افتید این پت مانده نمیتونم. یک کسی برام بگه که چرا بسیاری آدم های بسیار تحصیل یافته خانه نشین شدن.
ول خب کوتاه کده بودی تو بعد از مردم ها کار من یک دقیقه برنامه رو میگرم. یک فیلم از امریکا به نام Catch Me If You Can. Catch Me If You Can. ای یک بچه جوان بود که بسیار متقلب بود. یه قدر تقلب میکرد، پیسه را میساخت و خود دکتر میساخت و سبا خود لایر میساخت و گیرش کردن نمیتونستن. بالاخره ای را گیر کردن و ای زندانی شد. اما اف بی آی امریکا چی کرد؟ اف بی آی امریکا اون از اون جوان هایر کرد، استخدام کرد و با الله اکبر و هایر کرد و ازش کار گرفت. مغزا را در این کشور ازش کار میگرن. ما مغزا را کشتیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فرید یونس تشکر. ما فرید یونس گردانده و تهیه کننده دکتر یونس هست. وطن وطن من شگوفه سخن من که زن و مرد در شام از روزای مدنی مساوی است. این برنامه سرخ تن وطن کفن آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.